موزیک گادافوارهای قدیمی واسه DLC جدید گادافوار رگناروک، برگشتن باس فایت‌های یونان که همون سایکلاپس‌ها باشن، ورود کریتوس به والهالا یا همون بهشت قلمرو نورس که فقط بهترین جنگجو اجازه ورود به اونجا رو دارن. یکی تو منو نیشکون بگیره ببینم خوابم یا بیدار. DLC جدید گادافوار رگناروک به اسم والهالا از نظر سبک بازی کردن قراره خیلی متفاوت‌تر از اون چیزی که تا الان دیدیم باشه. مثلا توی گادافوار رگناروک اگه می‌مردین بازی خود شما رو از آخرین جایی که سیو شده بود زنده می‌کرد، ولی توی DLC والهالا اونجوری که وبلاگ پلی‌استیشن گفته از این خبر نیست. اگه بمیرین دم دروازه والهالا زنده میشه. واسه همینه میمیر توی تریلر به کریتوس میگه No shame in what just happened. It's all part of the process. Let's go again. به این سبک بازی ها میگن روگلایک، یه چیزی تو مایه‌های چالش های سرچر توی موسفلهایم یا هزار توی نیفلهایم توی گاد آف وار 2018 است. فقط این بار هر دفعه بمیرین اگه به لول بعدی نرسیده باشین برمیگردین به ورودی والهالا. خب بهترین قسمت هر گاد آف وار بعد از مبارزات خفنش داستانش، و چون این DLC قراره کلا پرونده کریتوس توی قلمرو نورسا ببنده، میتونیم مطمئن باشیم توش یه سری اطلاعات راجع به گاد آف وار بعدی هست. مثلا یه تیکه تریلری سایکلاپس که از هیولاهای یونان رو میبینیم و نکته پشمریزونش اینه که اگه به دیوارا دقت کنیم میبینیم سایکلاپسه توی یونانه. پس یا ما واقعا برمیگردیم یونان یا کریتوس یه سری خاطرات رو توی مغزش مرور میکنه. توی وبلاگ پلی استیشن راجع به DLC والهالا گفته کریتوس بعد از دیدن رابطه‌ای که بین آتروس و اودین شکل گرفت مجبور شد یه راهی رو انتخاب کنه که هیچ وقت فکرش هم نمیکرد. اون خودشو به ساحل والهالا رسوند و قراره به تنهایی با چالشاش روبرو بشه و همچنین با خاطرات گذشته‌ش هم بجنگه. تا اونجایی که هممون میدونیم خاطرات کشته شدن زن و بچه کریتوس با دستای خودش همیشه دهنشو سرویس میکرد و تا الان اون نتونسته فراموششون کنه، فقط یاد گرفته کنترلشون کنه. و از اونجایی هم که والهالا بهشت قلمرو نورس، قاعدتاً ما باید با خداهایی مثل هایمدال، مگنی، مودی یا حتی بالدور دوباره روبرو بشیم. چون داخل قلمرو نورس و اسکاندیناوی اگه توی نبرد یا میدون جنگ کشته شده باشین یه راست وارد والهالا میشین. و این خداهایی هم که گفتم مشغول جنگیدن با کریتوس بودن که به لقاء الله پیوستن. واسه بررسی کردن رمز و راز تریلرم باید بگم چون تریلر خیلی کوتاه نمیشه چیزای زیادی ازش کشید بیرون، ولی اینجوری هم نیست که دیگه هیچی توش نباشه. اولین سکانس تریلر یه صندلی خالی رو توی ساحل والهالا نشون میده که اگه دقت کنین ما یه جایی شبیه این صندلی‌ها رو دیدیم. منظورم روکسولا والکریا همون شورای 8 نفره والکریاست که توی گادافوار 2018 بعد از تموم شدن داستان بازی کریتوس میتونست با والکریا بجنگه و با کشتنشون اونا رو از کالبد فیزیکیشون آزاد کنه. اگه یادتون باشه اودین عمدن همشون رو زندانی کرده بود تا نتونن به وظیفه‌شون که رسوندن روح جنگجوهای لایق به والهالا بود عمل کنن. اگه یه فن واقعی گادافوار کریتوس باشین خیلی خوشگل و مجلسی همه داستان والکریا رو میدونید، و اگه نمیدونین لینک ویدیوی کاملش این بالا واسهتون میذارم بریم ببینینش که کلا داستان گادافوار رو درک کنید. بگذریم چرا باید صندلی والکریا اونم خالی توی ساحل والهالا باشه؟ من فکر میکنم این قضیه نشون دهنده آزاد شدن کامل همه والکریاست، چون وظیفه کلی همشون جمع کردن جنگجوهای قوی توی والهالا بوده تا توی رگناروک واسه اودین بجنگن و جلوی نابودی ازگارد رو بگیرن. و الان که رگناروک اتفاق افتاد و ازگاردی در کار نیست، اونم وظیفه خاصی ندارن و آزاد شدن. سکانس بعدی که از قضا خیلی هم ترسناکه، دروازه‌های ورودی والهالا و یه مجسمه خوفناکه که احتمالاً نماد والکریاست. یعنی حال اون بدبختی که بعد از مردنش مجسمه رو میبینه اصلا نمیخوام درک کنم. سکانس بعدی هم که یکم عجیبه اینه چرا توی بک‌گراند سنگا همینجوری معلقن، شبیه لبه دنیا هاست. منظورم همون جاییه که سرتا رو به ورژن قوی‌تر خودش تبدیل کردیم. جواب خیلی ساده است. اینجا والهالا است و سرتر اینجوری داغونش کرده. تو یکی از ویدیو قدیمیای خودم می‌بینید دیالوگ داره که میگه والهالا و ازگارد دو تا رلم جدا از هم نیستن، بلکه والهالا فقط یه قسمت از ازگارده. بریم کلیپشو ببینیم. Valhalla is part of Asgard. Only the worthy dead go there. The warriors who die in glorious combat. خب با اون شمشیری که سرتر فرو کرد تو کوچه‌های ازگارد قاعدتاً والهالا الان این شکلی شده. بگذریم بریم سراغ دلیل اصلی که من این ویدیو رو ساختم. اصلاً چرا کریتوس باید پاشه بره والهالا؟ محبوب‌ترین تئوری که همین الان بین طرفداراست، نجات دادن تور. درسته تور دقیقاً قبل از مردنش دست از جنگیدن کشید و فقط کسایی که توی نبرد میمیرن وارد والهالا میشن، ولی دلیل اصلی وجود داشتن والهالا جمع کردن قوی‌ترین مبارزای نورس و چه توی افسانه‌ها و چه توی بازی از نظر زور بازو هیچکس قوی‌تر از تور نیست. البته بجز کریتوس. تازه عجیب ترین شیوه مردنم واسه تور بود که جسدش یه دفعه نورانی شد. پس احتمالش هست که تور توی والهالا باشه. بر اساس تئوری تور یادش نمیاد که کیو کلا حافظه‌شو از دست داده. مدرک این قضیه هم این هریارد یا همون گارد حفاظتی اودین بود. وقتی اونا از والهالا هزار میشدن حافظه‌شون رو از دست داده بودن و وقتی به ازگارد میرسیدن اودین به کمک جادو حافظه‌شون رو برمیگردن. خب اینا همه چیزایی بود که من واسه DLC جدید گاد آف وار رگناروک گیرم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو رو لایک کنین، کانالم ساب کنین که 3 روز دیگه وقتی DLC بیاد کلی ویدیو خفن واسهتون میسازم. دم همتون گرم، خاک پاتونم. تا ویدیوی بعدی منتظر بمونید.